بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان نهایت عزیز و مهربانم، السلام علیکم، وقتتان بخیر باشه. ماه مبارک رمضان را، ماه مهربانی خداوند، ماه مهمانی خدا، ماه بهار قرآن را به همه مسلمانان مبارک باد میگم. آرزو میکنم که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی و به خوشی سپری بکنین و هیچ یکی از ما را از دعایتان فراموش نکنین. میگن دعای یک برادر مسلمان در حق یک برادر مسلمان دیگهش قبول میشه. پس بیایم که دست دعا بلند بکنیم به درگاه خداوند متعال که دعای ما قبول میشه. دوستای عزیز، شما را دعوت میکنم به دیدن و شنیدن یکی دیگر از برنامه های اکسیژن. مژده دارم به همه علاقمندای برنامه اکسیژن، با فرارسیدن ماه پرفیض و پربرکت برنامه ما هم دیگه بخشایش اضافه شد. براتون گفته بودم که قرار است بخشای بسیار جالب و مفید و ارزنده در برنامه اکسیژن اضافه بکنم. ما اسرار سلامتی را تقدیمتان میکنیم، رازهای پنهان و نهفته در دنیای طب تقدیمتان میکنیم که امروز ما در بخش اسرار سلامتی قرار است در رابطه با اسرار پوشیدن بوتای کوری بلند براتون معلومات بدیم و همچنان در بخش تحقیق دوستای خوبم امروز قرار است تحقیق دانشمندان را براتون بگویم که یک قرص یا یک داروی ضد بارداری به مردان ساختن و همچنان بخش پیراپزشکی داریم دوستا، بخش پیراپزشکی که به تقاضای بسیاری از هموطنان ما بودن. میگن ما درد آرنج داریم، درد پاها داریم، درد در ناحیه کمر ما داریم یا حتی در گردن و ستون فقرات و شانه های ما داریم، و می دلیل گفتن یک بخش فیزیوتراپی اضافه بکنین تا اینکه عملا دکتر صایبا اینجا روی یک مریض یا روی یک شخص کار بکنن و ما او حرکات ساده در خانه های خودم انجام بدیم. منتظر بخش پیراپزشکیان باشین. در بخش وزید دوستا امروز قرار است در رابطه و تاثیر روزداری روی دستگاه گوارش بدن به خصوص معده صحبت های می داشته باشیم. یوم از داشته های خوب این هفته برنامه اکسیژن. پس صبر و حوصله مندی تان خواهان هستم تا آخرین لحظات برنامه. بله دوستای عزیز، در ادامه برنامه اکسیژن با شما هستیم. همونطور که گفتم بخش بازدید تیبی یک تحقیق تازه پژوهشگران یا دانشمندان را به سمتان میرسانم که در رابطه به ای از پژوهشگران یک قرص تازه را به خاطر ضد بارداری مردان ساختن یا به وجود آوردن. معمولا راه به خاطر جلوگیری از بارداری راههای متعدد وجود داره، یعنی فقط خانم‌ها میتونن جلوگیری از بارداری بکنن در افغانستان البته، و هم تعداد محدود یا اندک مردا هستن که فرزن از کاندوم بخاطر جلوگیری از بارداری استفاده میکنن. حتی همه مسئولیت هم میسپارن به خانمایشان، میگن این مسئولیت خودت است که تابلت میخوری یا هم از دیگه اشکال به خاطر ضد بارداری استفاده میکنی. که خوشبختانه محققان یک قرص ضد بارداری را به مردان ساختن که 99% روی موشا تاثیرات مثبت داشته. گروهی از دانشمندان روز چهارشنبه به تاریخ 23 مارچ اعلام کردند که یک قرص ضد بارداری به مردان ساختن که بدون کدام عوارض جانبی هست و زمانی که به موشا این قرص را تجویز کردن یا دادن، دیدن که هیچ کدام عوارض جانبی مشاهده نشده. از زمانی که قرص ضد بارداری البته از سال 1960 از دهه 1960 تایید شد، دانشمندان تحقیقات روی جنبه های مختلف این قرص ها یا داروها انجام دادن تا این که بدانن که آیا مردان هم ما میتونیم فرضاً قرص یا داروی بسازیم به مردان هم که در قسمت کنترل بارداری نقش داشته باشند یا نه. و همچنان دکتر عبدالله نومان که در این تحقیق اشتراک کرده میگه تحقیقات ما دانشمندان یا پژوهشگران نشان میده از زمان ساخت داروها یا دواهای ضد بارداری مردان هم علاقمندی به کنترل ضد بارداری یا مسئولیت کنترل بارداری را با همسرشان دارن یا سهیم هستند. این مورد البته در کشورهای خارجی دیگه، در افغانستان حقوق در مروج نیست، ارزو میکنه مروج شود. و تنها تا فعلا گفتن از دو گزینه استفاده میکردن، یکی کاندوم و شکل دیگه شان وازکتومی است. اما خوشبختانه فعلا این تحقیق را که انجام دادن، البته گروهی از دانشمندان این ترکیب را به نام YCT-529 گذاشتن و در تلاش های قبلی هم یعنی تلاششان قسمی بود که میخواستن از داروها یا دواهای زنانه استفاده بکنن که هورمونای تستوسترون هم مورد هدف قرار میدادن. این تلاش هایشان نه تنها کدام اثر مثبت نداشت، برعکس عوارض جانبی هم در پی داشت. مثلا مردایی که استفاده میکردن دچار چاقی میشدن، دچار
دچار افسردگی می شدن و حتی بعضی مشکلات در کلسترول خونشان یا چربی های بدنشان به وجود می آمد. اما در این روش دانشمندان چی کار کردند؟ در این روش به صورت غیر هورمونی، جدا از اینکه به شکل هورمونی استفاده بکنند، به صورت غیر هورمونی روی ریتونویک اسید، یعنی ریتونویک اسید یک فرد یا یک مرد تحت تاثیر قرار میتن. این اسید البته در تشکیل اسپرم و جنین میتونه نقش داشته باشه. خب محققان در طول آزمایشاتشان دریافت کردند که موشایی که عملکرد گیرنده آلفا ریتونویک اسیدشان مسدود شده بود، کاملا عقیم شدن و نمیتونستن که تولید مثل کنن یا تولید نسل بکنن. و همچنان زمانی که گفتیم ای روش هیچ کدام آرزی در پی نداره، به چی معنا؟ خب نام این ترکیب البته YCT-529 گذاشتن. در آغاز به مدت 4 هفته به صورت خوراکی روی موشای نر ای دارو یا قرص تجویز کردن و دیدن که موشا کاملا عقیم شدن و نتانستن که تولید مثل بکنن. و برعکس خوبی از این چی است؟ یعنی چطور عوارض جانبی در پی نداره؟ زمانی که ای قرص یا دارو را استفادهش من کردن، دیدن که دوباره به صورت عادی موشا میتونه تولید مثل بکنن و هیچ کدام مشکل در تولید مثلشان ایجاد نمیشه. و همچنان پروفسور گووندو که یکی دیگری از این محققا هست، میگه ما هیچ کدام اطمینان یا کدام تضمین برای این نداریم که فرضاً ما را فعلا روی موشا استفاده کرده، ما آزمایشات روی موشا انجام دادیم، هیچ کدام تضمینی وجود نداره که آیا این تحقیق ما زمانی که روی انسان ها این آزمایش صورت بگیره میتونه تاثیر مثبتی که روی موشا داشت روی انسان ها داشته باشه. یعنی هر زمانی که گفته اگر ما به این تحقیق دست پیدا نکنیم، واقعا این یک موضوع شگفت زده میشه. و همچنان قرار است که نتایج دقیق این آزمایش در کنفرانس بهار انجمن شیمی یا کیمیایی آمریکا ارائه شود. به می ترتیب یک گام کلیدی به سمت گسترش کنترل بارداری خانما است که آقایان هم میتونن در قسمت کنترل بارداری در زندگی مشترکشان با خانمایشان یعنی سهیم باشن. یعنی هیچ کدام فرق قائل نشیم که تو خانم هستی به عنوان همسرم تو باید در روش های جلوگیری از بارداری سهم داشته باشی یا من آقا هستم. آرزو میکنم که این موضوعات در افغانستان هم جدی گرفته شوه و در زندگی مشترک همه چی باید مساویانه مشترکان اجرا شوه. یوم از تحقیق این هفته ما دوستای خوب ما بریم به طرف بخش چشمانداز ما، ببینیم که این هفته در شفاخانه ها کدام بیماری ها بیشتر شده. چون ماه مبارک رمضان است، ممکن کسایی که دچار مشکلات میده هستن از تکلیف میده، از سوی هاضمه رنج ببرن. ای که از کدام بیماری رنج میبرن، بریم بخش چشمانداز ببینیم. بله دوستای عزیز، در ادامه برنامه اکسیژن با شما هستیم. خوشبختانه همکار همیشگی ما دکتر صاحب سید بصیر سادات، متخصص داخل عمومی و داخل اطفال در کنار ما هستن و در رابطه با تاثیر روزداری یا تاثیر ماه مبارک رمضان روی میده و همچنان دستگاه گوارش صحبت‌های می داشته باشیم. بسیاری از دوستان ما گفتن که شما باید با متخصصین در رابطه با اینکه چرا ما در ماه مبارک رمضان دلجوش میشیم یا شدت درد میده ما در ماه مبارک رمضان بیشتر میشه یا هم کمتر میشه صحبت‌های داشته باشیم، که خوشبختانه دکتر صاحب در کنار ما هستن و در رابطه با این موضوع مهم و حیاتی معلومات میدن. خیلی خوش اومدین دکتر صاحب، وقتتون بخیر باشه و تشکر از اینکه همیشه به ما فرصت میگذارین و مهمان ما میشید. تشکر زهرا جان. سلام خدمت شما و تمام همکاران عزیزتان، سلام خدمت تمام هموطنان عزیز ما. امیدوار هستم که ماه پرفیض و برکت رمضان شریفه با حوصله‌مندی کامل و با صحت‌مندی کامل به پایان برسانن. ما در خدمت شما هستم. سلامت باشین. روزای ماه مبارک رمضان بخیر میگذره. تشکر، لطف کردین. زنده باشین. با امید صحت و سلامتی شما. سلامت باشین. دکتر صاحب، همونطور که یادآور شدیم، بسیاری از دوستان من گفتن ما در ماه مبارک رمضان دچار بعضی از مشکلات معده میشیم. میخوایم در شروع بهت بفهمیم که با روزه گرفتن چی اتفاق در دستگاه گوارش یا هم در معده ما رخ میده؟ تشکر زهرا جان. خو انسان در طول یک سال اکثرا به صورت متواتر در خوردن و نوشیدن می باشه و این ماه مبارک رمضان که میشه سیستم غذایی یا برنامه غذایی ما تغییر میکنه. وقتی که تغییر کرد، خامخا
تغییرات در خود بدن ما رونما میشه. بله. وقتی که ما روزه میگیریم اکثرا روزه خود ذخایر وجود ما که از ذخایر چربی هست، چربی های مضر، او اکثرا در وقت روزه گرفتن کم میشه و بدن نیاز است برای متابولیسم و برای تولید انرژی از ذخایر بدن ما استفاده کنیم. اشخاصی که اکثرا وزن زیاد دارن در ماه مبارک رمضان، در صورتی که با دستورالعمل های درست غذایی و برنامه درست غذایی اونا زندگی خود پیش ببرن، اکثرا وزنشان کم میشه و از اینکه خود سطح قند خونم در ماه مبارک رمضان پیش اشخاص پایین میه و همچنان بعضی هورمون ها در وقتی که انسان غذا نمیخوره او از جهاز هضمی درست افراز نمیشه و بعضی مشکلات جهاز هضمی هم پیش امتنان از ما به وجود میه، البته با رعایت نکردن شرایط درست غذایی و افضل سوی. بله، در غیر از فواید میتونه داشته باشه روی صحتمندی و سلامتی ما. طبعا روزه از اینکه هم فواید جسمی داره و هم فواید مادی و معنوی داره ببخشین، یک شخص احساس میکنه که ما یک رکن اساسی اسلام است که روزه گرفتن از سوره ما ادا کردیم، از نظر روحی و روانی هم آرام میباشه. بله. و از نظر جسمی هم فواید بسیار زیاد داره و از زیادتر از فوایدش است که سمزدایی میشه، یعنی مواد مضر بدن کاملا در ظرف یک ماه از بین میره، یعنی موادی که برای بدن مضر است و ضرور نیست او خود به خود در بدن از بین میره. بله، بسیار خوب. دکتر صاحب، در رابطه به زخم معده بگوین، کسایی که زخم معده دارن آیا زخم معده دلیل بر سوراخ شدن معده میشه، یعنی یا اصلا بگوییم که زمانی که ما روزه میگیریم روزه گرفتن میتونه دلیل بر زخم معده یا سوراخ شدن معده باشه یا خیر؟ معده، تکالیف معده به انواع مختلف است. یعنی تکالیف مختلف معده میتونه داشته باشه. بله. فرق است بین زخم و تکلیف معده. بله. زخم خو او به نام پاپتیک هلسر یاد میشه، اشخاصی که زخم معده دارن اونا اکثرا تحت تداوی دوایی قرار دادن و اکثرا باعث خونریزی های معده پیشان میباشه. در رو صورت اونا وقتی که خودشان روزه بگیرن سطح اسید دیگه هم پیشان افراز میشه و مشکلات بار میره. ولی اکثر همتانان نزید ما که تکلیف معده دارن وقتی که پیچ خون یا پیچ معده تغییر میکنه و سطح پیچ از 5 به حساب بالا میره، در رو صورت پیپسین که یک نوع انزایم است از خود جهاز هضمی که او مسئولیت هضم مواد پروتئینی را در جهاز هضمی داره، البته در هضم مواد چربی و هضم دیگر مواد او کاربوهیدرات سهیم نیست، در هضم پروتئین ها بسیار رول عمده داره خود پیپسین وقت. و سطح پیپسین که پیش مریض پایین آمد باعث تکالیف معده پیش شخص میشه. بله، اما باز دکتر صاحب، بعضی دوستای ما از ما سوال پرسیدن که باید از متخصص صاحب بپرسین در این رابطه که فرضاً میگن ما مشکل معده هم نداریم، یعنی معده درد هم نیستیم، اما باز زمانی که روزه میگیریم دچار بدهضمی یا سوء هضمی و یا هم دچار دلجوشی میشه. گفتن دلیلش چی است که ما دچار خدمت عزیز همتان عزیز ما باید عرض بکنم اینا شرایط افضل سوی را یا تغذیه درست راحت نمی کنن. اینا اکثرا در افطار از غذاهایی که عزم بسیار زیاد مشکل داره و از شیرینی های بسیار زیاد، از نوشابه های گازدار از اینا استفاده میکنن، اونا باعث از این میشه که مقدار زیادی از کافئین داره نوشابه های گازدار. وقتی که مقدار کافئین داخل بدن شد، خود کافئین باعث از این میشه که طرح ادرار بیشتر شوه پیش همتان عزیز ما. بله. وقتی که طرح ادرار پیشان بیشتر شد، در اون صورت بدن به کمابی مبتلا میشه، در کمابی که مبتلا شد بیلانس هضم و مواد معدنی پیش شخص برهم میخوره و همچنان ورود یک جایی غذا به داخل میده. اونا اکثرا کوشش میکنن که غذا را یک دفعی سر جهاز هضمی فشار میارن، وقتی که غذا به شکل یک جایی داخل جهاز هضمی شد در اون صورت پروسه هضم مختل میشه، در صورتی که پروسه هضم مختل شد باعث تکالیف معده پیش همتان عزیز ما میشه و همچنان خوردن هاب زیاد هم در سحری و هم در افطار باعث از این میشه که خود جهاز هضمی ما پر شود. وقتی معده پر شد در اون صورت هم جای برای پروسه هضم نمیمونه، وقتی که پروسه هضم مختل میشه باعث زردجوشی و دلجوشی پیش همتان عزیز ما میشه. بله، یک موضوع بسیار مهم و کلیدی را اشاره کردیم، کسایی که دلجوش میشن بیشتر از نوشابه ها و یا آب زیاد استفاده میکنن. بله. پس دکتر صاحب دیر رو بگوین که ما به خاطر افطار یا در افطار کدام غذاها را باید بیشتر استفاده بکنیم؟ بله، افطار
افطاری خودش روزه شامل دو مرحله می باشه، یکی مرحله افطار است و دیگه مرحله سحری است. در هر دو مرحله باید توجه زیاد را بالای غذاهای خود ما مبذول بداریم. مخصوصا در افطار بهترین چیزی که در افطار ما توسط از او جهاز هضمی ما آسیب نبینه، شیر گرم با عسل مخلوط باشه. او بهترین افطاری است که افطار خود را باز بکنیم. و همچنان چای کمرنگ با چند عدد خرما، آب جوش که کمی سرد شده باشه با چند عدد خرما، سوپ و یا یخنی، چیزهایی که شب میشه و دارای مقدار کم شیرینی یا گلوکوز و مقدار کم چربی و مقدار کم نمک است. از او باید در افطاری ما استفاده بکنیم، با مشکلات جهاز هضمی مبتلا نمیشیم. اما باز دکتر صاحب، بسیاری از دوستای ما میگن یا حتی خود ما این تجربه را داریم، زمانی که افطار میکنیم دچار یک سردردی میشیم. دلیل سردردی چی بوده میتونه؟ وقتی که ما افطار میکنیم دلیل سردردی هایپوگلیسیمی است. هایپوگلیسیمی یعنی سطح قند خون پیش شخص در طول روز پایین میاد. وقتی که ما غذا نگیریم سطح قند خون پایین آمد، پیش هموطنان عزیز ما هایپوگلیسیمی پیدا شد، باعث سردردی میشه. وقتی که غذا بخوریم، با خوردن غذا سردردی ما برطرف میشه. بسیار خوب دکتر صاحب، یک هموطن دیگه ما این سوال مطرح کردن و گفتن زمانی که من از فراورده های لبنی استفاده میکنم یا از شیر و دیگه لبنیات، باعث میشه که من دلجوش شوم و دچار بعضی مشکلات میده شوم. گفته به می دلیل من در سحری یا هم در افطار صرف آب نوشجان میکنم و دیگه هیچ چیز خورده نمیتونم. دلیل ازی چی هست که فرد یا این شخص فراورده های لبنی را نمیتونه نوشجان بکنه؟ فراورده های لبنی اکثرا حاوی پروتئین های قوی می باشه. وقتی که پروتئین های قوی، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، خود مقدار پپسین پیش شخص که افراز نمیشه، مقدار پپسین که پایان میه او هضم نمیشه، هضم که نشد و مقدار کافی در جهاز هضمی باقی میمونه و باعث ازی میشه که پیش شخص زردجوشی و دلجوشی بار بیه. اینا اکثرا کوشش کنن در سحری از غذاهای ثقیل استفاده نکنن، از غذاهای متوازن استفاده کنن. در قدم اول ما خدمت تمام وطنان عزیز خود باید عرض برسانم که صحت چی است؟ صحت باید تعریف بکنیم. بله. صحت خودش عبارت از بیبودی روحی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی است. وقعاً. یعنی یک شخص وقتی که از نظر اجتماعی، اقتصادی و روحی آرام باشه و کامل باشه، در اون صورت ما گفته میتونیم که صحتمند است. صحت وابسته به تغذیه کامل است. تغذیه ما باید متوازن باشه. تغذیه متوازن چی مانا؟ به این مانا که ما غذایی را که صرف میکنیم متنوع باشه. یعنی در اون مقدار پروتئین، کاربوهیدرات، شم، آب و تمام ویتامین ها و منرال ها در نظر گرفته شود. مخصوصا از چربی های مفید زیادتر استفاده شود، از چربی های مضر کمتر استفاده شود. به جای نوشابه های گازدار و شیرین کوشش کنیم از آب پاک و صحی استفاده بکنیم. نمک و خود چربی های مضر کمتر بسازیم. چربی های مفید که اومگا 3 است، که مایی است، او را ما باید سرش زیادتر توجه بکنیم که او نه تنها در سیستم متابولیسم بدن ما تاثیرات خوب داره، بالای مغز، استخوان و حتی جلد تاثیرات بسیار خوب داره. واقعا کوشش کنیم از چربی های بد که به نام بد کلسترول میگن یا چربی های مضر ما جلوگیری بکنیم. و همچنان هر روز باید 500 گرم سبزیجات و میوه‌جات را در رژیم غذایی خود داخل بسازیم و خوردن هاو هیچ وقت فراموش نکنیم. و ورزش یک جزء عنصر مهم صحتمندی ماست. حداقل یک شخص سالم و صحتمند، یک شخصی که امکانات داشته باشه و باید این پروسه را طی بکنه، هر روز باید 8 کیلومتر پیاده روی بکنه. 8 کیلومتر پیاده روی باعث از این میشه که خود مفاصل ما، زانوهای ما تخریب نشه و مواد و انرژی و غذایی را که ما میگیریم در بدن ما متابولایز شوه و درست تقسیم شوه و پخش شوه در انساج و اعضای بدن. بله. این بسیار زیاد مهم و با اهمیت است. واقعا دکتر صاحب، از پیاده روی یاد کردین، باشن که یکم دوستای ما را دگیر بتیم. بعضی از وطنان ما هستن که می سریر نوشجان کردن دفتن میرن استراحت میکنن. بله. هیچ قدر میتونه خطرناک باشه. سریر وقتی که وطنان عزیز ما نوشجان کردن، اینا که استراحت کردن، خود بعضی تیزاب ها میایم در قسمت های میری و در قسمت های میری میایه. وقتی که شخص استراحت میکنه، میری را پیش شخص تخریش میکنه و تکالیف پیش رفته میده را پیش از اونا به وجود میاره و خود التهاب میری یا ازوفاجایتس میتونه پیش مریض به وجود بیاره. وقتی که شخص میگه ما غذا را قرط میکنیم، احساس یک لقمه را در گلوی خود احساس میکنیم، در این صورت میری آسیب میبینه. هر وقت که افطاری صورت میگیره، مخصوصا میوه‌جات خوب باید 1 یا 2 ساعت بعد از افطار خورده شود. و همچنان غذاها یک جایی بالای معده باید فشار آورده نشه، به اندازه مناسب
و خورده شد. دیگه در سرعت غذا خوردن خود باید زیادتر متوجه باشیم. واقعا. غذا را اگر ما به سرعت بخوریم، پروسه هضم پیش امتانازی ما مختل میشه و باعث به وجود آمدن مشکلات جهاز هضمی پیش امتانازی ما میشه. واقعا. در پایان هم دکتر صاحب در رابطه با راه های درمان مشکلات معده در ماه مبارک رمضان بگوین. پیشنهاد شما چی است به کسایی که در ماه مبارک رمضان دچار مشکلات معده و بد هضمی میشن؟ خدمت هموطنان عزیز خود به عرض برسانم که نکات را قبلا عرض کردیم خدمتشان، اونا باید سر از او زیادتر توجه بکنن و کوشش کنن که هاب را به درجه حرارت مناسب بخورن. هاب سرد هم خودش برای معده مشکلات بار میاره در ماه مبارک رمضان و هاب گرم هم. آب به درجه حرارت چای تیره باید نخورن. نوشابه‌های گازدار قسمی که قبلا خدمتتون عرض کردم زیادتر امتنان ما در ماه مبارک رمضان استفاده میکنن. نوشابه‌های گازدار حاوی مقدار بیشتری کافئین است. کافئین ماده است که هم برای دماغ مقدار زیادش ضرر داره و هم میتونه جهاز هضمی ما را صدمه بده و هم برای گرده ها و کلیه های ما مشکلات زیاد را ایجاد میکنه. رژیم غذایی ما باید متوازن باشه، متنوع باشه و سازگار باشه. سازگار باشه و سرزی باید زیادتر توجه صورت بگیره. خیلی سپاس دکتر صاحب، ممنونتان، خوش آمدین. تشکر از شما. خدا کنه همتانان عزیز ما که سوالات را در ذهنشان داشتن دانسته باشیم که راهنمایی برشان کرده باشیم. بله دوستای عزیز، این یک قسمتک کوتاه از فواید روزداری روی دستگاه گوارش و همچنان معده ما بود. ای که گرفتن روزه دیگه چی فواید روی صحتمندی و سلامتی ما داره، بریم بسته تندرستی را ببینیم و دوباره زود برمیگردیم. با ما همراه باشیم. فواید روزه روی سلامتی. روزداری راه حل بی‌نظیر برای کاهش وزن است، ولی به شرط آن که درست انجام شود. اگر این کار را درست انجام ندهید، به جای کاهش وزن به اضافه وزن دچار خواهید شد. در طول روزه گرفتن، وقتی در خلال روز از خوردن غذاهای حاوی قند محروم هستید، بدن از ذخیره چربی به عنوان منبع انرژی استفاده خواهد کرد. چربی استفاده نشده به افزایش وزن منجر خواهد شد، اما در طول روزه گرفتن چنین چربی استفاده نشده ای وجود ندارد، چون تمام ذخیره چربی به انرژی لازم روزانه تبدیل خواهد شد. از نظر پزشکی و علمی فواید روزه برای سلامتی بدن به اثبات رسیده است. از جمله این فواید می تواند به کاهش فشار خون، سمزدایی، برطرف شدن بیماری های التهابی، کاهش قند خون و تجزیه چربی ها اشاره کرد. بیشتر افراد روزه را به عنوان یک وظیفه دینی و شرعی انجام می دهند، اما فقط افراد کمی از فواید روزه برای سلامتی آگاه هستند. اگر روزداران تمام نکات ایمنی و پزشکی روزه را رعایت کنند، روزه یک تمرین خوب برای حذف سموم بدن و کاهش قند و ذخایر چربی خون است. محققان میگویند روزه باعث می شود که دستگاه گوارش که از اعضای پرکار اندام آدمی است استراحت کنند و از فرسودگی و کار مداوم مسئول بمانند و نیروی تازه‌ای بگیرند و از سوی دیگر از ذخایر چربی که عوارض زیادی برای بدن دارند تحلیل رفته و کاسته می شود. روزه گرفتن کار دستگاه گوارش را نرمال کرده و در نتیجه فعالیت های متابولیسمی را بهبود می بخشد. طی مطالعات صورت گرفته روزه گرفتن برای افراد مبتلا به چربی خون بالا مفید است. روزه میزان چربی های نامطلوب موجود در خون را تنظیم کرده و موجب افزایش میزان چربی مفید خون در بدن می شود. همچنین روزه گرفتن برای کاهش چربی های دور شکم مفید است. جگر، گرده و سایر ارگان‌ها در سمزدایی بدن نقش دارند. پیروی از یک برنامه غذایی صحیح در ایام ماه مبارک رمضان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا هم بتوان عادات غذایی غلط را اصلاح کرد و هم از برکات معنوی این ماه بهره برد. روزه گرفتن بر بیماری‌های قلبی و عروقی نیز تأثیر دارد. بیشتر موارد بیماری قلبی و عروقی نیاز به مراقبت طولانی دارد. نام بردن تأثیرات مستقیم روزه بر سلامت قلب دشوار است. روزه به طور مستقیم بر قلب تأثیر نمی‌گذارد، بلکه از طریق کنترل فاکتورهای خطر قلبی باعث کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی در یک فرد سالم می‌شود. کاهش قند خون نیز از فواید روزه بر سلامتی بدن است. در اثر بالا رفتن سوخت و ساز بدن در هنگام روزه گرفتن، گلوکوز تجزیه می شود تا انرژی بدن تامین شود. روزه اثرات مثبتی روی حساسیت به انسولین دارد. تحقیقات نشان داده است که پس از دوره های روزه گرفتن، انسولین در پیامدهی به سلول ها برای گرفتن گلوکوز از خون بهتر عمل می کند. از دیگر فواید روزه برای سلامتی میتوان به تاثیر آن بر سیستم ایمنی بدن نام برد. برخی از مطالعات نشان میدهد که روزه‌داری بیماری های التهابی و آلرژی را برطرف میکند.
روزه در حالت کلی برای افراد سالم علاوه بر اثرات معنوی و انجام وظیفه شرعی در سلامتی بدن هم نقش بسیار مهمی دارد. اما در صورتی که افراد درگیر بیماری خاصی هستند، نیاز است برای روزه گرفتن با پزشک خود مشورت کنند. بله هموطنان عزیز، همونطور که در شروع برنامه برتون الهام بخشای جدید برنامه اکسیژن داده بودم که یکی از او بخشای بسیار خوب بخش پیراپزشکی یا بخش فیزیوتراپی است که هفته یک بار ما فیزیوتراپیستای بسیار مجرب و مطرح و متخصص را دعوت میکنیم و عملا روی مدل کار میکنیم تا اینکه مشکلات بعضی از دوستا و هموطنان ما که دچار دردای کمر، دچار دردای زانو، دردای شانه هستن برطرف شود. که فعلا به عنوان اولین بخش پیراپزشکی دکتر صاحب شیخ احمد قوریانفر متخصص جراحی ارتوپیدی و فیزیوتراپیست در کنار ما هستند و در آغاز در رابطه با فیزیوتراپی و بخشای موارد با ما شما معلومات میتن. خیلی خوش آمدین دکتر صاحب، وقتتان بخیر باشه، رمضانتان مبارک. سلامت باشین، تشکر. من دکتر شیخ احمد قوریانفر هستم، متخصص جراحی ارتوپیدی و فیزیوتراپیست در این بخش در خدمت شما. سلامت باشین دکتر صاحب. بیان که در شروع در رابطه با خود فیزیوتراپی بگوین، این که فیزیوتراپی چی هست و در واقع هدف فیزیوتراپی چیست؟ بسیار خوب، فیزیوتراپی یک مسلک جدید است در افغانستان که در دههای اخیر اینجا آمده و 500 سال قبل فیزیوتراپی در سطح جهان به شکل علمی و مسلکی در شامل طبابت شروع به کار کرده که به خاطر توانبخشی و به خاطر درمان بعضی بیماری های مثلا عصبی، اسکلتی و بیماری های قلبی، تنفسی، بیماری های فلجی و ولادی برای مریضا خدمت میکنم. بله بسیار خوب دکتر صاحب، در رابطه با این بگوین که مردم بیشتر در مسلک فیزیوتراپی آگاهی ندارن و برش میگن فیزیوتراپی به معنی مساج است. آیا در واقع فیزیوتراپی به معنی مساج است یا کدام مفهوم خاص دیگه افاده میکنن؟ فیزیوتراپی یک مسلک بسیار بزرگی، یک بخشی از طبابت مدرن امروزی است که شامل بخش‌های مختلف میشه. مثلا بخش‌های الکتروتراپی یعنی تداوی با جریانات برقی است. فیزیوتراپی یک بخشی از هیدروتراپی است که یعنی تداوی با آب است. دیگر فیزیوتراپی یک بخش دیگه از فیزیوتراپی مانوال تراپی است که تداوی با مانورهای دستی است که مساژ هم شامل از این بخشش بشه. و دیگر فیزیوتراپی با اکوپونکچر و نیدلینگ است، سوزن زدن یا درای نیدلینگ است، اکوپونکچر است که زیادتر طب شرقی شامل این بخش است. و دیگه سایکوتراپی و هیپنوتیزم هم شامل همی است، یعنی مثلا خواب مصنوعی بگویم به تحت لفظی که مردم عام بفهمند. بله، و با کدام بیمارا فیزیوتراپی توصیه میشه؟ کدام بیمارای خاص هست جدا از این کمر دردی و شانه دردی؟ بیشتر ما تمرکز فیزیوتراپی سر امراض عصبی محیطی و مرکزی است، امراضی که از باعث اختلالات عصبی محیطی و مرکزی ایجاد میشه و امراضی که از باعث وظایف مختل شدن وظایف عضلات و اسکلت است، زیادتر سر ازی است. ما میتونیم فیزیوتراپی بخش قلبی هم داریم، فیزیوتراپی تنفسی هم داریم و سایکو فیزیوتراپی هم داریم، یعنی فیزیوتراپی روانی و روان درمانی هم داریم. بله دکتر صاحب، در رابطه با ویژگی های یک فیزیوتراپیست معلومات بدین، ای که یک فیزیوتراپیست لایق و برجسته باید کدام ویژگی های را داشته باشه و نیاز به چند سال تحصیل داره؟ بسیار خوب، فیزیوتراپیست عموما تحصیلاتشان متفاوت است. مثلا در رشته های فیزیوتراپی 2 سال هم تحصیل میکنن و 4 ساله هم است تحصیلاتشان که به شکل به سویه لیسانس فارغ میشن و فوق لیسانس درجه بعدی است دیگه، دکترا داره و پی اچ دی داره و اینا هر کدامش وظایف یا امو دستورالعملای مشخص خود دارن که در قدم های ابتدایی فیزیوتراپیست هایی که در 2 سال اول کار میکنن اونا باز تشخیص و درمان هدایتش داده نمیتونن، تنها میتونن که اجرا بکنن. بله، امروز دکتر صاحب قرار است عملا روی کدام حرکات یا درد کدام قسمت به هموطنان ما معلومات بتین؟
ما امروز در بالای مریض کار میکنیم که از درد گردن و شانه شکایت داره و امروش هر حرکات روزمره فعالیت های روزمرهش مدود شدن. بله، پس تا ثانیه های بعد روی یک همکار ما عملا کار میکنیم، کسی که یا مریضی که از درد شانهش رنج میبره. بله دوستای عزیزم، طور که برتان گفتیم مریض هم آماده دیگه پیش دکتر صاحب، فقط منتظر ای است که دکتر صاحب هدایت بتن و یا بعض حرکات به خاطر بهبود شانهشان اجرا بکنن. دکتر صاحب شما آماده هستین؟ بله. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. نام شما چی است؟ نام احسان الله است. چند سال هستین؟ 21 ساله. چی مشکل دارین؟ دکتر صاحب از قسمت گردنم رگ گرفته تا کمنوچ. چقدر وقت میشه؟ تقریبا یک هفته ولی میشه. خب این کدام چی شده بود؟ ضربه خورده کدام؟ ضربه خورده بود. خب بسیار خوب. فعلا درد در این قسمت هاست؟ بله، از این قسمت درد میکنه. دوستای عزیز، به خاطر تاریخچه‌ای که ما گرفتیم یک معاینه میکنم، یک چند تست ما میکنیم برای مریض که آیا همین شکایت را که برای ما میکنن همین صدق میکنه یا نه، برای بخاطر تشخیصشان. زیادتر مریضام دکتر صاحب بسیار ببخشن که حرفتان قطع کردم، بخاطر از اینکه میگن ما درد زیاد را متحمل میشیم، به مخاطر نمیرن پیش فیزیوتراپستان. بله بله. اینجا درد است؟ بله بله. خب این قسمت ها درد است؟ بله. اینا درد میکنه؟ بله. خب این درد به این شکل میه؟ این قسمت هم درد داره؟ اینجا کرختی بی سی احساس میکنین؟ خب شما دستان بلند کنین، به این شکل درد است؟ بله. آه درد میکنه نه؟ ای به این رقم که یکی درد میکنه؟ بله. آه بله. اگه حرکت بتیم دستو به این شکل درد احساس میکنین؟ درد میکنه، این قسمت درد میکنه؟ درد میکنه. خب سرتان اگر پشت سری تو بیاریم درد است؟ فشار بتیم؟ درد است حالا؟ بله. خوش نظر به شکایتی که دارن، ما فکر میکنیم زیادتر مریض مشکل موره گردنش است، گرفتگی عضلات گردن و عضلات تراپزوید و عضلات پشت سر شانه است. حالا یک تعداد حرکت ها را انجام میتیم، برشان میآموزانیم و دیگر دواهایی را که دکتر سب ارتوپیدی یا ما برشان تجویز میکنیم، اونا را هم زمیمه می حرکات انجام میتن، استفاده میکنن. شما برای همینطور راست که میشینین، برای 30 دفعه پایین کنین سرتانه. خب سه تن و سر پایین میکنین، باز بالا کنین، این میره 30 دفعه انجام میدین. خب نرم نرم باید حرکت بکنین که سبب تشدید درد نشه. در چند جلسه باز دکتر صاحب مریض پیشتان میاد به خاطر تمرین یا حرکات، یا فقط در جلسه اول برشون میگین؟ این حرکات است که در خانه اینا انجام میدن. بسیار خوب. باز بعضی مانیپولیشن ها، بعضی متدای تداوی که در بخش فیزیوتراپی انجام میشه و علایده است. خوش. این حرکات خیلی ساده است که در خانه اجرا بله. میشه. بس. دست فقط گردنتان میارین به این طرف، برای چند ثانیه 1 2 3 4 حساب میکنین، این طرف میگیرین، باز به این طرف میارین، 1 2 3 4 حساب میکنین، این طرف میگیرین، یک میشه. خب باز کی طرف رفتین، پس دوباره برای 1 2 3 4 باز 1 2 3 4 به این طرف، این 2 میشه. 30 بار این کارو میکنین. خب دیگه زنخ تا کش کنین به این طرف کش میگیرین، برای 1 2 3 4 پس میایین، باز به این طرف 1 2 3 4 این کارم 30 بار میکنین. یک بار کیو طرف رفتین، پس که اینجا آمدین، این یک حساب میشه. باز که رفتین آمدین، 2 حساب میشه. دیگه حرکتش، حرکات دورانی برای مریضا گردن، کسایی که مشکلات داره مزاد استتباب است، اجازه نیست، به خاطر که سایدگی ستون فقرات ایجاد میکنن. فعلا اونا از تبابت برآمدن. تنو شما زنخ تنو پایین میکنین، این زنخ بالا میارین، به این شکل برای چند ثانیه نگاه میکنین، پس زنخ تانو پایین میارین، باز به این طرف نگاه میکنین برای چند ثانیه. همین کارو بکنین، پایین ببرین زنخ تانو، زنخ تانو اینجا بچسبانین، پس به این طرف بالا سعی کنین دستی مرا ببینین، این همینطور، پس میاین اینجا. یعنی به صورت دورانی در سالهای قبل بود، باید تو اجرا نشه دیگه. بله این تو میارین، این هم 30 بار اجرا میکنین. سیستم بعد از به خاطر تقویه عضلات شانه تان، آهسته آهسته دستایتان راست بالا میکنین، بالای سر میارین، پس میارین پایین. یک دیگه به این شکل دورانی، به این شکل حرکات انجام میتین، فکرتان است، و به این شکل از خلف، از پشت سر به پیش روی. اینی حرکاتی است که مریض خودش انجام میده. دیگه حرکات کششی داریم،
اینجا دست خود میاره که از این دست به این شکل بند میکنه، این طرف فشار میده تا که عضلات کش شوه. وقتی عضلات کش میشه جریان خون خوب میشه، گرفتگی خود اعلام میکنه. بله. این از حرکاتی است که برای خود مریض آموخته میشه و مریض روزمره این حرکات اجرا میکنه به خاطر بهبودی جریان خون و گرفتگی ها و اسپازم عضلی که ایجاد میشه اینا برطرف میشه. بله، تمام حرکات 30 بار اجرا میشه. هر حرکت نظر به توان مریض از 10 بار شروع میشه، آهسته آهسته بلند برده میشه. باز کدام زمان مشخص و معیاری داره که فرزند این وقت باید این حرکات انجام شه، یا از طرف صبح یا عصر یا هر زمانی که خود مریض خوب است که حرکات از طرف صبح برای مریض اجرا شود که در جریانی که روز فعالیت وظیفه میکنه مشکلات یا گرفتگیهایش برطرف میشه. این خوب است و دیگه هر وقتی که مریض امکان داشته باشه برش وقت مساعد باشه میتونه اجرا کنه. بله، احسان جان حرکات دیگه در نظر گرفتی. بله. انشالله که خوب شدی دیگه. بله. کم بهتر شدی؟ بله. بسیار خوب. خیلی سپاس دکتر صاحب، ممنونتان. هفته بعد هم شما را میداشته باشیم. سلامت باشین. زنده باشین. دوست عزیز، بریم به طرف اسرار سلامتی. امروز به عنوان اولین بخش در بسته اسرار سلامتی مو ازرار پوشیدن بوتای کوری بلند براتون معلومات میدم که کسایی که مثل ما بوتای کوری بلند میپوشه چقدر میتونه تاثیر منفی روی اعضای بدنشان داشته باشه. حتما این جمله را که پا قلب دو مؤس را شنیدید. دلیل آن هم این است که همانطور هممون میدانیم قلب مسئولیت پمپاژ خون به تمام نقاط بدن را دارد. از نوک سر گرفته تا نوک انگشتان و دست پا این خون در جریان است و این جریان مدام خون رسانی به تمام نقاط بدن است که باعث رسیدن اکسیژن به سلول ها می شود. در این برنامه ما قصد داریم تا در مورد ضررهای پوشیدن بوتهای کوری بلند بر شما بگوییم. استفاده از بوت کوری بلند به طور مدام چی بلایی بر سر ما می آورد؟ بوت های کوری بلند یکی از پرکاربردترین بوت بین خانم ها است. پوشیدن بوت کوری بلند مدت هاست که نمادی از یک زن امروزی می کند. با این حال این لوازم جانبی خاص بدون ضرر نیست. بوت های کوری بلند می تواند اثرات منفی طولانی مدت بر سلامتی بدن داشته باشد که تقریبا فراتر از پاها قرار دارد. از آن جمله می توان بر چند موارد آن اشاره کرد. پوشیدن مدام بوت‌های کوری بلند فشار روی پنجه‌ها را بیشتر کرده با استخوان‌های کف و پا دچار درد دائمی می‌شوند. فشار روی اعصاب بین انگشتان پا و تحریک دائمی آنها باعث تورم و رشد غیر طبیعی اعصاب شده که به نرمای مورتون معروف است. معمولاً بین انگشتان سوم و چهارم بوده و بسیار دردناک است و درمان این عارضه بسیار مشکل است و گاهی به جراحی می‌انجامد. تاندون آشیل یعنی تاندون پشت کوری پا کوتاه‌تر می شود و به مرور زمان درد پشت کوری پا و مچ پا ایجاد می شود. به تدریج حتی عضلات پشت ساق نیز کوتاه، سخت و ناکارآمد می شوند. درد پایین کمر. بوت‌های کوری بلند منجر به توزیع نابرابر وزن می شوند که می تواند باعث درد در پایین کمر و التهاب شود. درد پایین کمر. بوت‌های کوری بلند منجر به توزیع نابرابر وزن می شوند که می تواند باعث درد در پایین کمر و التهاب شود. پوشیدن بوت‌های کوری بلند شیک و جذاب هستند و زیبایی شما را بیشتر می کنند، اما این بوت‌ها از پاهای شما حمایت کامل نمی کنند و می تواند باعث بیشتر شدن قوس کمر شود. ارتفاع بلند به طور مستقیم متناسب با درجه قوس کمر است. این قوس ناهنجار می تواند منجر به درد در کل کمر و پایین کمر شود. یکی از اثرات خطرناک پوشیدن بوت‌های کوری بلند انگشت چکشی است. ولی آن چیست؟ پوشیدن بوت‌های کوری بلند برای ساعت‌های طولانی منجر به فشار بر روی ساق پا و رگ‌های خونی می‌شود و این منجر به بدشکلی پا به نام انگشت چکشی می‌شود. آرتروز زودرس، لگن و ستون مره‌ها که باید در یک امتداد باشند از حالت طبیعی خارج شده و افزایش چوقوری کمر و کمر دردی و آرتروز زودرس زانوها به وجود می‌آید. مشکلات تاندونی آماده باشید. اگر بیش از 5 روز در هفته بوت کوری بلند می پوشید با مشکلات تاندون مواجه می شوید. وقتی این اتفاق می افتد ممکن است فایبرهای ماهیچه شما تا حدود 13% کاهش یابند. و پوشیدن بوت های کوری بلند همچنان موجب به وجود آمدن امراض چون انقباض عضلات، ایجاد تومور، خمیده شدن بدن، رگ برگ شدن بدن، اختلالات حاملگی، کجی انگشتان پا، مشکلات زانو، مشکلات ادراری، التهاب انگشت شست و آسیب عضلاتی را موجب شود. از آنجایی که پا قلب دوم در بدن است، پس باید مواظب آن باشیم.
تشکری میکنم از همراهی یکایک هموطنان نهایت عزیز و مهربانم که مثل هفته های قبل با ما همکار هستین و بیننده برنامه اکسیژن هستین. اگر دوست دارین موضوعات مختلف و مشکلاتی که شما دارین در برنامه اکسیژن رویش بس شوه، مطرح شوه، با شماره واتساپ ما پیام بگذارین 0745 500 335، یگانه راه ارتباطی شما با ما هست. ماه مبارک رمضان است. هموطنان عزیزم، مراقب غذاهایی که نوش جان میکنین باشین و همچنان غذاهای سالم نوش جان بکنین تا اینکه صحتمند باشین و دچار هیچ کدام مشکل نشین. فعلا لحظات پایانی برنامه هست و قرار است ما با شما خدافیزی بکنم تا هفته بعدی و برنامه بعدی که باز هم در خدمتتان قرار میگیرم. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.